خب توی این قسمت یه نگاهی میندازیم به قسمت‌های مختلف برنامه موشن. اول این نکته رو خدمتتون بگم که کار کردن با موشن خیلی راحته و شما خیلی سریع میتونید یادش بگیرید و خیلی زود میتونید ازش توی کارتون استفاده بکنید. اگر شما فتوشاپ رو بلد باشید و قبلا با فتوشاپ کار کرده باشید، قطعاً سرعت یادگیری موشنتون خیلی زیادتر میشه. اولین چیزی که توی موشن شما باید یاد بگیرید این قسمت چپ فایل براوزر شماست. فایل براوزر برای باز کردن تمام فایل هایی که شما توی هاردتون دارید، توی شبکه میخواید ازش استفاده بکنید، توی هارد های جانبیتون دارید و حالا توی فولدر هایی که اینجا به صورت فیوریت اضافه کردید، هر چیزی که بخواید توی موشن باز بکنید از این طریق میتونید راحت براوزش بکنید و بازش بکنید. قسمت دوم شما لایبرری شماست. لایبرری همونطور که از اسمش برمیاد کتاب خونه چیزهای مختلف شماست. به طور مثال بیهیویر های شما، مثلا اگه ما یه تکست انیمیشن بخوایم این که چطوری کار میکنه، به طور مثال اینجا من حالا یه دونه از اینا رو نشونتون بدم. قبلا احتمال داره یک همچین چیزهایی دیده باشید شما. اینجا پریویو تمام چیزهایی که به صورت پریست و لایبرری توی موشن دارید میتونید ببینید. فیلترهای شما به طور مثال، فیلترهایی که اگه نصب کرده باشید، ایمیج یونیت در واقع بخشهای مختلف تصویری شما، جنریتورهای شما، اینکه مثلا کاستیک بخواید جنریت بکنید، چکربورد، حالا ابر، دود، چیزهای دیگه، پارتیکل ها، مثلا فرض کنید شما میخواید یه دود به تصویرتون اضافه بکنید، اینجا انواع اقسام دود های مختلف دارید، از دود کارتونی تا دود عادی و معمولی، چیزهای مختلف و تمام این چیزهایی که با موشن نصب میشن در واقع اینجا میان. مثلا فونت هاتون، مثلا گرادیان ها، مثلا شکل های آماده، مثلا چیزهایی که ساختاری هستن به این صورت توی موشن و همه اینها رو توی لایبرری بهشون دسترسی دارید. این دو قسمت اول شما مربوط به ایجاد و آوردن فایلن، اما قسمت سوم که اینسپکتور شماست به چیزهای مربوط میشه که توی این پنجره شما وارد کردید. به طور مثال این مربع رنگی که من الان اینجا دارم، شما همونطور که دیدید به محض اینکه من روش کلیک کردم اینجا اسمش لود شد و خصوصیاتش، یا مثلا این تکستی که من دارم، همونطور که شما می‌بینید باکس اول مربوط به خصوصیات اصلی اون چیزی که شما دارید، مثلا اینجا تکست، مثلا اینجا یه رنگ. قسمت‌های دیگه فیلترها که شما بهشون اعمال کردید، به طور مثال من اینجا فرضاً یه دونه فیلتر گلو اگر بهش بدم، شما می‌بینید فیلترهای من اینجا میان. بیهیویر ها همونطور که توی درس قبلی صحبت کردیم در موردش، به طور مثال اگه من یه بیهیویر بهش اضافه بکنم اینجا میاد. و پراپرتیز خصوصیاتیه که توی تمام موشن تقریبا برای تمام فایل ها یکسانه. اما این خصوصیات چی هستن؟ اگه شما خواستید بیهیویر رو حذف کنید از اینجا دیلیتش میکنید، اگه خواستید فقط تو اون لحظه تاثیرش رو نبینید، به طور مثال من اگر اینجا این بیهیویر ثرو رو بخوام تست بکنم و برای چند لحظه فقط تأثیر کارش رو نبینم، این چک باکس رو از اینجا آف میکنم و دیگه تأثیر این بیهیویر رو نخواهم داشت. یا به طور مثال اگه خواستی فیلترتون رو باز همینطور، اگه خواستی پاک کنید انتخابش میکنید و دیلیت رو میزنید، اگر خواستی فقط تأثیرش رو الان نبینید چک باکسش رو برمیدارید. اما پراپرتیز در واقع همون ترانسفورم شماست، جایی که این فایل توی تصویر شما می‌بینید. اگه من تکونش بدم الان تغییر میکنه جاش، این اعداد تغییر میکنن. اجازه بدید یه مقدار بیشتر زوم بکنم روی این تصویر. خب الان دیگه نمی‌بینیم اونارو، ببخشید. خب البته احتمالاً دیدین شما که چه اتفاقی میفته و چه تأثیری میذاره. چرخش اون عنصر تصویری که شما دارید، اسکیل یا همون بزرگی کوچیکیش، شیر یا همون نسبتش، خمیدگیش توی عرض یا توی طول، و محورش. اینجا محور ما الان به طور مثال این قسمته، شما اگه بخواید محورتون جای دیگه باشه، منظور از محور اینه که به طور مثال اگه من بچرخونمش الان از اینجا میچرخه، از اینجا کوچیک بزرگ میشه،
ولی اگه بخواید شما میتونید جاش رو عوض بکنید و بگید مثلا حالا از مرکزش بچرخه یا کوچیک و بزرگ بشه. حالا من اگر اینجا تصویر رو بچرخونم شما میبینید که از اون محور این اتفاق براش میفته، یا بزرگ و کوچیکش بکنم. بلندینگ شما همون چیزی که شما توی فتوشاپ به عنوان اوپاسیتی میشناختید، توی موشن هم دقیقا به همون اسم شما اوپاسیتی دارید، دقیقا غلظت تصویر رو کم و زیاد میکنه. بلندینگ مود شما دقیقا باز مثل فتوشاپ، البته توی درس بعد که نه، توی درس بعدی بهش میپردازیم اگه شما بخواید تصویرتون رو مولتیپلای دارک یا هر چیز دیگه بکنید. و تایمینگ شما که برای زمانبندی شماست، اگر شما بخواید اسلو موشن های خیلی نرمی درست بکنید یا چیزهایی به اون صورت، از طریق تایمینگ میتونید این کار رو انجام بدید و سریع فست یا اسلو بکنید تصویرتون رو. عناوینی که این بالا شما دارید، قسمت اول مربوط به جسمتون هستند، مربوط به اون عنصر تصویری هستند که اینجا شما دارید. به طور مثال ابزار اول میتونه انتخاب بکنه هر چیزی رو که خواستید. ابزار بعدی میتونه جای محورش رو عوض بکنه و حالا غیره. این ابزاری که شما اینجا میبینید مربوط به فقط زمانی که شما فایل های 3D بخواید با تصاویرتون به صورت 3D برخورد کنید، که حالا توضیح بیشتری در موردش داده خواهد شد. پن تول شما این اون چیزی که شما توی فتوشاپ هم داشتید، زوم برای زوم، یا احیانا اگه با آلت بخواید بگیرید و با آلت بزنید زوم بک، و این هم باز برای کارهای 3D هست. برای ماسک و ایجاد ماسک اگه بخواید کار پینت انجام بدید، اگه بخواید تکست به تصویرتون اضافه بکنید. و باز در مورد ماسکینگ ما اینجا یه مقدار ابزار کنترلی بیشتری داریم. دوربین اگه بخواید به کامپوزیشنتون اضافه بکنید، بیهیویر، فیلتر، پارتیکل، رپلیکیتور. و یکی از مهمترین چیزهایی که توی موشن هست HUD یا همون Head Up Display. یکی از بهترین مزایای موشن واقعا همین HUDه. شما فرض کنید که من نمیخوام هر بار که این رادا مکرو انتخاب کردم بیام اینجا توی این حالا بیهیویر یا تکس یا خیلی چیزهای دیگه فیلتر اینا درگیر بشم با اتفاقاتی که اینجا میفته. من میخوام فقط از طریق همین تمام تغییرات رو اینجا بدم. شما میبینید من اینجا هم دست با کلیک کردن روی مثلث دسترسی دارم به بیهیویر هام، دسترسی دارم به فیلتر هام، و از اینجا میتونم به سادگی اونها رو کم و زیاد بکنم. مزیت فوق العاده بزرگی که این کار داره اینه که شما میتونید به طور مثال با پلی کردن کامپوزیشنتون یه چیزی رو کم یا زیاد بکنید. مثلا من گلو رادیوس البته خاموش هست، الان من تو فیلتر باید روشنش بکنم. مثلا شما بخواید رادیوس گلو رو زیاد یا کم بکنید، میبینید شما اینجا چقدر راحت میشه از طریق این اسلایدر این کار رو انجام داد. حالا بیاد فرزن سافتنسش رو کم بکنید یا حالا چیزهای دیگه. کلن این هداب دیسپلی شما در واقع یه منوی خیلی کوچولوه برای دسترسی به مشخصات چیزهایی که اینجا دارید. واقعا یکی از بیشترین چیزهایی که من تو موشن ازش استفاده میکنم و خیلی کاربرد داره، و اگر واقعا عادت کنید به کار کردن باهاش، شاید تو برنامه های دیگه نبودش خیلی حس بشه و خیلی خلأش رو احساس بکنید. خب آخرین قسمتی که توی این درس میخوام خدمتتون بگم در مورد ویو تصویر شماست، اینی که ما چطور ببینیم. اگر شما بخواید زوم بکنید روی تصویرتون 200%، 100%، 1600%، یا حالا کوچیکتر و بزرگتر، از اینجا میتونید انجام بدید. بعضی وقتا شما خیلی سنگین میشه کامپوزیشنتون، وقتی پلی رو میزنید به راحتی پخش نمیشه. شما میتونید اینجا با کم کردن رزولوشن و کم کردن کیفیت تصویر ریل تایم اون چیزی رو که میخواید ببینید. شما همونطور که میبینید اینجا کیفیت تصویر رو مقدار موشن پایین میاره، اما حرکت و در واقع ساختار کلی ثابته. اگه شما مخصوصا انیمه رو بخواید تست بکنید و حرکت رو بخواید تست بکنید، خیلی راحت ترید که از این طریق کیفیت رو پایین بیارید و خیلی سریع حرکاتتون رو ببینید. این قسمت برای زمانی که شما میخواید رنگی ببینید تصویرتون رو، ترانسپرنت آلفاش رو ببینید. اینجا مثلا آلفا اوورلی هست، کانال قرمز ما، کانال سبز ما، کانال آبی ما، یا فقط آلفای ما. اگر شما قبلا کار کامپوزیتینگ انجام نداده باشید، شاید این قضیه که اصلا آلفا چی و به چه دردی میخوره واسه تون سوال پیش اومده باشه. توی درس های بعدی بیشتر در موردش توضیح میدم. و اما ویو شما که برای دیدن یا ندیدن چیزهای مختلف روی تصویره،
این نکته رو در نظر داشته باشید که تأثیری توی رندر شما نمیذاره. به طور مثال شما اینجا میتونید به نرم افزار بگید که من موشن بلار میخوام ببینم یا نبینم، یعنی حرکت چیزهای مختلفم موقع که چیزهای مختلفم انیمه میشن تو حین حرکت این تاری رو داشته باشن یا نداشته باشن. باز توی رندرتون اگر بخوایم بعد اینو روشن یا خاموش بکنید، این که فیلد رندر کردن فیلد رو ببینید اگر کار فیلد برای تلویزیون فیلد دار برای تلویزیون دارید انجام میدید، اگر بخواید اگه کامپوزیشنتون 3D باشه و بخواید نور رو ببینید، و حالا یه سری تنظیمات دیگه به طور مثال گرید صفحه مشبک یا رولر یا همون خط کشی که شما احتمالا توی فتوشاپ هم دیدید، و حالا چیزهای دیگه که خواستید از اینجا میتونید آن یا آفشون بکنید. قسمت آخرم لیات شماست، این که دو تا پنجره کنار هم داشته باشید، دو تا پنجره بالای هم داشته باشید، سه تا پنجره و حالا الی آخر. خب این هم یک توضیح کلی در مورد ساختار اصلی و نظم و نظام موشن.